سنتان در غرب بالتیمور یکی از محله‌هایی است که به خاطر نرخ بالای جرم و جنایت، خرید و فروش مواد مخدر، شورش‌های نژادی و فقر زیاد شهرت دارد. در سنتان، خانه‌ها معمولاً به صورت متروکه درآمده و ساکنانش در خانه‌های دولتی زندگی می‌کنند. دیوارها هنوز نقاشی‌ها و شعارهایی را که به یاد فردی گری، جوان سیاه‌پوستی که سال پیش به دست پلیس در واقع کشته شد، بر خود دارند. وضعیت این بخش از شهر بالتیمور به اندازه عجیب و غریب و خطرناک است که اهالی محله های دیگر سعی می کنند گزارشان هرگز به آنجا نیفتد. اینجا هیچ کس اهل درس خوندن نیست. مشکل اصلی اینه که اینجا مرتب تظاهرات و بچه های دبیرستانی دائم به مامورای پلیس زنگ می زنن. جوان ها تحصیل کرده نیستن و یاد نگرفتن خوب و بد چیه. خیلی از مردم در مسئولیت های شهر شرکت ندارن. به همین ترتیب مسئولان شهر هم خودشونو از این مردم نمی دونن. مرکز شهر بالتیمور با مشکلات زیادی از جمله نبود امکانات تحصیلی و آموزشی و نرخ بالای بیکاری و به تبع آنها جرم و جنایت روبروست و همین عوامل از بالتیمور شهری خطرناک ساخته است. داریوش ایرانی استاد دانشگاه دولتی تاسن میگوید همه این مشکلات از 70 سال پیش شروع شده است. آفریقایی آمریکایی ها برای خرید خونه پشت خط قرمز بودند، به این معنی که اونا اجازه نداشتن خونه بخرن. در نتیجه مثل خانواده های سفید پوست امکان اینو پیدا نکردند که بتونن ثروتی جمع کنند. در سالهای 1960 هم شاهد موج مهاجرت سفید پوستان از بالتیمور بودیم و هم مدرسه ها از هم پاشیدن. بین سالهای 70 و 80 هم صنایع و کارخونه ها از شهر خارج شدن. در نتیجه امکان کار هم از بین رفت. اونا که کار نداشتند، تحصیل کرده هم که نبودند. همه این مسائل باعث شد نسلن در نسل فقیر بمونند. خاطره این شورش ها هنوز در ذهن شهر باقی است. فروشگاه ها هنوز به همان صورت تخت کوبی شده باقی ماندند و کرکره ها هنوز بسته است. کارشناسان اقتصادی میگویند شورش های پی در پی چنان برای اقتصاد شهر فلج کننده بوده که حدود 400 واحد سرمایه گذاری هنوز از آسیب آنها رها نشده و صنعت توریسم به تازگی دوباره دارد جام میگیرد.